الباب. بسم الله الرحمن الرحيم به نسعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارز سلام و وقت به خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و آرزوی قبولی اطاعت و عبادات در این ماه مبارک و در یافتن شب با ارزش و گرانقدر لیلت القدر شبی که فرصتی برای هر انسان مؤمنی هست تا اینکه در سایه لطف الهی در این شب بتونه گذشته خودش رو اشتباهات و خطاها و بار گناهان خودش رو از دوشش برداره و مسیر صاف و پاک جدیدی رو برای خودش آغاز بکنه گناهان باری هست بر دوش انسان که به طور عموم لحظه به لحظه باید انسان در پی برداشتنش باشه نمازهای پنج وقت فرصت هایی هست برای اینکه انسان در این فرصت های پنج گانه بازنگری داشته باشه و باز هم بازسازی داشته باشه و خطاهای خودش رو جبران بکنه و به همین صورت در فرصت های مختلفی که الله متعال برای فرد مؤمن در اختیارش گذاشته به طور ویژه تا اینکه در این زمینه فعال باشه و جدیت رو داشته باشه شب قدر در طول سال فرصتی هست که هم در بحث به دست آوردن قدر و منزله و با رفتن نیکی ها نقش پذیر هست و هم در بحث زدودن و پاکسازی گناهان موقعیت ارزنده ای هست حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که یا رسول الله اگر من شب قدر رو دریافتم چه دعا یا چه سخن یا چه نیایشی رو به زبان بیارم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که بگو اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا پروردگارا تو بخشنده و کریم هستی از ما درگذر رفع گناهان و دفع گناهان مقدم است بر جذب نیکی و به دست آوردن فضیلت تا زمانی که انسان از بار گناهان خالی نشه فضیلت ها رو نخواهد تونست معنای درست به دست بیاره بلکه همیشه فضیلت های به دست آماده شده هم این میتونه در قبال این گناهان و خطاها زایی و بیهوده تلقی بشه چون در قیامت وقتی که انسان حق و حقوق افراد رو تصاحب کرده باشه چه میخواد حق آب و رو به حیثیتشون باشه چه میخواد حقوق مالی اونها باشه و در اون روز نمیتونه هیچ به نحوی جبران حق و حقوق دیگران رو بکنه الله متعال از نیکی های انسان میگیره و به اونها میده تا اینکه جبران این ظلم و تعدی در حق دیگران صورت میگیره امیدوارم که الله متعال در این فرصت ارزنده ای که در اختیارمون گذاشته بتونیم اگر شب قدر پیشرومون باشه در شب آینده بتونیم این موقعیت یا این فرصت رو حاصل کنیم و اگر شب قدر گذاشته باشه هم امیدوارم که تونسته باشیم در سایه رحمت و قداست این شب فضیلت لازم رو و به همین صورت نیکی لازم رو حاصل کرده باشیم سوره اعراف رو داشتیم بررسی می کردیم رسیدیم به بخش دوم این سوره که خاطره ای از و حیات انسان و انسانیت رو الله متعال بیاد انسان میاره تا با ذکر این خاطره هم کنه درونی خودش رو بیاد داشته باشه و هم دشمن بیرونی خودش رو مراقب باشه ضعف درونی خودش رو فراموش نکنه و دشمنی که در بیرون در تلاش هست بر اساس حسادت و عداوتی که در دل داره نمیخواد که انسان موفقیت و رستگاری رو حاصل بکنه داستان گفتیم داستان بد به خلقت انسان و به همین صورت مرحله آزمایشی حیاتش در جنت و گذر آزمایشی که با شیطان و دشمن دیرینه خودش ازش گذشت گفتیم در موارد متعددی در هفت مورد در قرآن کریم اومده که در هر سوره ای بر حسب سیاق و سباق سوره و محوریت موضوعاتی که سوره در برداره به همون جهت داستان آدم و به همین صورت حوا و شیطان که در بد و خلقت صورت میگیره رو قرآن در قالب های مختلفی آورده در سوره بقره که قبلا ما ازش گذشتیم از اونجایی که در سیاق اهل کتاب و انحراف بنی اسرائیل این موضوع مطرح بود این داستان میاد قبل از این موضوع الله متعال این داستان رو میاره با یک جهت معین یا با, با الفاظ و اسلوب معینی به چشم میخوره و در این سوره از اونجایی که مخاطب و جو مخاطبین مشرکین هستند و سوره هم سوره مکی هست با اسلوب دیگه و به همین صورت تمرکز بر موارد دیگری این مطلب یا این موضوع یا این داستان اومده جزئیات لفظی این داستان در هر سوره ای از ویژگی های خاصی بر خوردار هست که جنبه های عدیدی از اعجاز قرآن کریم رو در بر داره که این بحث بحث دقیق و تخصصی هست که وارد شدن در این مباحث برامون شاید در این برنامه ها ممکن نباشه اما اون چی که در این سوره برامون حائز اهمیت هست اینه که در ضمن وصف اونچه که اتفاق افتاد از نسیان و فراموشی و یا غفلت و خطای بشری در ابتدا تعبیری قرآن میاره از زبان یا از عملکرد شیطان در مقابل انسان که میگه و قاسه، قاسمه ما انی لکما لمن الناصحین یک حالت تأکیدی رو میاره مثل اینکه انسان هم در تردد و شک بود که شیطان با صحبت یا پیشنهادی که میکنه خیرش رو میخواد مثل این که ازش تقاضای قسم میکنه و اون هم قسم میخوره و تأکید هم قسم میخونه انی لکما لمن الناصحین این موضوع برامون این مطلب رو میتونه داشته باشه که شیطان و شیطان صفتهایی که در زندگی انسان قد علم میکنن و مسیر انسان رو میخوان به انحراف فکشنن. همیشه با تاکید و خودستایی و به همین صورت خیرخواهی یا خیرخواهانه وارد میشن خیرخواهانه خیرخواهی که در واقع با سریح شریعت و حکم الهی درگیر هست اگر انسان مقداری کمی تعمل داشته باشه به خوبی میتونه دریابه اما وقتی که قافل میشه و به سخن شیطان و گروه شیطانی که در واقع انسان هم میتونه شیطان باشه شیطان از جن بود و قرآن کریم هم میگه شیاطین الانس والجن میتونه شیطان از جنس از انس هم باشه و عین این نقش رو با همین رفتار پیش بگیره و ما باید در حذر باشیم از این نوع رفتارها این نوع خیرخواهی یا این سبک خیرخواهانه با تأکید و به همین صورت شدت وضاحت بیانی که شیطان برای تأیید خودش یا برای صداقت خودش در مقابل آدم میاره خوب انسان رو گول میده فدالله ما به غرور انسان رو با غرور در داخل گناه میندازه کلمه دل غیر دلا هست دلا از دل در واقع از از دل بیا که چیزی رو در داخل یک موضوع انداختن یا کسی رو در یک مرتکب یه گناه کردن در مثل دلو رو در داخل چاه میندازن آدم رو هم در داخل گناه میندازه اینا رو با و با غرور هم در واقع یعنی هیله و مکر و فریب هست با فریب و هیله انسان رو اون رو در داخل گناه انداخت از جهتی قسم از جهتی خود ستایی و خود رو به عنوان خیرخواه معرفی کردن و در نتیجه این دوچار گناه میشه انسان و الله متعال هم بهش تذکر میده که الم انهکما عن تلکما شجرته و لکما ان شیطان لکما عدو مبین آیا براتون من حکم شرعی رو نگفتم و در مقابلش هم نگفتم که شیطان براتون دشمن هست خیرخواه براتون نیست ازش برحذر باشیم در این ادامه این داستان الله متعال از زبان آدم جمله ای رو میاره که این جمله در واقع جبرانی هست در مسیر زندگی در مقابل اشتباهات و خطاهایی که انسان در هر صحنه ای میتونه مرتکب بشه, بشه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر این ابتداء جبران اشتباهی هست که انسان در محضر پروردگار متعال با این اعتراف به گناه میتونه مسیر جبران رو قدم برداره ظلمنا انفسنا در واقع عمل ما و سوء ما انحرافمون به خودمون برمیگرده ما به خودمون ظلم میکنیم خودمون رو محروم میکنیم از اون چیزی که باید در اختیار داشته باشیم همونطوری که انسان رو الله متعال آفریدش در جنت اون رو قرار داد تا ببینه امکانات و به همین صورت نعمت هایی که پروردگار متعال برای او آفریده و در این میان دشمن رو هم براش معرفی کرد. بعد از همه اینها وقتی که باز هم دچار غفلت میشه یعنی به خودش ستم کرده. و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر ما رو پوشش ندی، ما رو مغفرت نکنی، گناهان ما رو نپوشونی و بر ما رحمت خودش رو خودت رو نازل نکنی، بدون تردید از جمله خاسرین خواهیم بود. در خسارت خواهیم بود در زیان مسیر زندگی رو طی خواهیم کرد این تعبیر بسیار بسیار جامعی که در این نیایش در واقع قرآنی از زبان آدم علیه السلام الله متعال نقل میکنه همانطوری که جزء مفاهیم پایدار و جابیدان نیایش های قرآنی به شمار میاد و همین صورت برامون این حقیقت رو یاد آور میشه که در هر لحظهی در هر ای در هر موقعیتی ما نیاز داریم به نوعی بازنگری و بازسازی به طور عموم ما در هر گذر زمان اگر خانم خانداری باشه خونه رو تمیز میکنه اگر حتی پشت میزی دفتری باشیم دفتر خودمون رو میز خودمون رو نظافت میکنیم یا تمیز میکنیم یعنی طبیعت به این صورت هست که هر مدتی کوتاهی انسان نیاز داره به یک نوع نظافت در هر عرصه ای از بدن و جسم بگیرید تا محیط زیستی که ما درش زندگی میکنیم رفتار و سلوک انسان اعمال و گفتار انسان قلب انسان هم عینا نیاز داره به این چنین نظافتی همونطوری که ما پنج وقت نماز با وضوع این تهارت رو به دست میاریم به همین صورت تهارت درون خودمون رو هم باید به وسیله عبادت و نمازی که در قالب الفاظ و اعمال متعددی که انجام میدیم که در ضمنش رجوع به الله متعال و تجدید عهد پیمانش هست به همین صورت باید انجام بدیم این مفهوم یا این نیاز بشری دائم و ثابت باید بشه. الله متعال نیازی به نه عبادات ما داره و نه نیاز به ذکر ما داره و نه نیازی به تعظیم و تکبیر ما داره. اونچه که در واقع ما رو باید به این سمت سوق بده نیاز ما به او هست. که ما نیاز داریم که در سایه لطف او رحمت او هدایت او مسیر درست و صحیح رو پیش بگیریم در نتیجه اون کسی که از رب خودش قافل بمونه در واقع از خودش قافل مونده اون کسی که از پروردگار خودش قافل مونده در واقع به خودش ظلم کرده اون کسی که نسبت به رب زلجلال بی توجهی کرده در واقع نسبت به خودش ستم روا داشته خودش رو محروم کرده از منبع خیر و منبع برکت در اینجا هم میگه ربنا ظلمنا انفسنا به خودمون ما ستم کردیم و اگر تو این ستم رو پوشش ندی این اشتباه رو جبران نکنی ما در زیان و خسارت خواهیم بود به طور دائم این تعبیر قرآنی برامون باید یک نوع مثل یک لوحی تابلوی باشه که در هر صحنه ای در هر لحظه ای در هر خطایی در هر اشتباهی بگیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بعد از این تجربه اون جایی که در واقع واقعیت زیست انسان هست برای مدت زمان معینی الله متعال میگه قال به تو بعدكم لبعض ادو ولكم فی الارض مستقر و الهی الله متعال میگه که حبوت بکنید پایین بیاد در همون موقعیتی که من براتون مقرر کردم زندگی محدود و معینی رو براتون گذاشتن بعد و کم لبعض این با هم دیگه دشمن خواهید بود این دشمنی مثل این که از بد و خلقت وجود داشته و باید وجود داشته باشه نظام خلقت هست تاریکی در مقابل روشنایی هست گرما در مقابل سرما هست سفید در مقابل سیاه هست دشمن هم در مقابل دوست هست نظامی هست که الله متعال آفریده و بشر و انسان هم در ضمن این نظام بخشی از این خلقت رو در واقع شامل میشه احساس کردن به اینکه دشمن همیشه وجود داره و دشمنی طبیعی و پایدار هست یک امر بسیار مهمی است دشمن رو شناختن و با دشمن با هزار ارتباط گرفتن یا ازش جد دور ماندن نکته ای هست که انسان رو مسئول نگه میداره و دور نگه می داره از دسیسه دشمن و دوست رو هم شناختن و با دوست ارتباط برقرار کردن عاملی هست که میتونه زمینه قدرت و زمینه داشته انسان رو و بهرهگیری از داشته هاش رو فراهم بکنه لکم فی الارض مستقر و متاون الهی براتون تا یک موقعیت معینی اجل معینی که براتون قرار دادم براتون در زمین موقعیت استقرار رو قرار دادم و به همین صورت امکانات رفاهی رو براتون قرار دادم این موقعیتی که برامون الله متعال در زمین قرار داده الهین هست تا یه موقعیت معینی هست تا یک وقت تعیین شده ای هست یعنی مسیرمون مسیر فراتر از این حدی هست که ما در زمین قرار داریم این در واقع به ما حقیقتی رو یادآور میشه که اون حقیقت دوام و استمرار و استقرار دائمی رو به ما در موقعی میگه که اون موقعیت بعد از این هین هست یعنی بعد از این موقعیت هست که ما میتونیم به دوام و ثبات و استقرار رو برسیم دوامی که شیطان در به انسان این نکته رو بهش تذکر داد گفت که الله متعال شما رو از این درخت منع نکرده مگر اینکه تکونا ملکین او تکونا من الخالدین که خلود داشته باشید یا موقعیت والای مثل فرشته داشته باشید و در واقع الله متعال اون موقعیت والا رو که فراتر از فرشته فرشتگان هم هست و دا دائم هم هست در قیامت در بعد از این هین برامون تعیین کرده اون قیامت هست که به دنباله این برامون رب زلجلال معرفی کرده قال فیها تحیون در این موقعیت در این جایگاهی که براتون امکانات رفاهی دادم درشون زنده میمونید و فیها تموتون و در اینجا باز میمیرید و منها تخرجون و بعد از این هم باز از این زمین هم باز دوباره بیرون میایید این مرحله تعیین شده ای هست که رب زلجلال خالق هستی براتون گذاشته تا اینکه شما بشناسید موقعیت خودتون رو و به همین صورت مسیری که دارید به اون سمت داری میرید بعد از اینکه این حقیقت انسان در بحث جبران خطا در درونش یا در حسش زنده میشه و توبه رو پیش میگیره بعد از این جبران این خطا با مسیر درست طی کردن میتونه کامل بشه مسیر درست هم در صورتی میتونه برای انسان میسر باشه که در مقابل هدایتی قرار بگیره که خالق هستی براش گذاشته خالق هستی میگه یا بنی آدم بعد از اینکه این حقیقت برات روشن شد ای بنی آدم همتون ای انسان ها انتقال پیدا میکنه این به هر انسانی نه اون آدمی که در ابتدا مخاطب بود الان کل بنی آدم مخاطب میشن قد انزلنا عليكم لباسا یواری سوئاتکم و ریشا ما براتون یک لباسی نازل کردیم یا فرستادیم یا قرار دادیم که در واقع واژه انزلنا از ارتفاع موقعیت ارتفاع و والا به پایین چیزی اومدن هست این ارتفاع و این علو هم علو منزله و قدر میتونه باشه و هم علو مکانی باشه اما واقعیت اینجاست که در اینجا ما قدر و منزله این امور رو بیشتر باید مد نظر قرار بدیم که یکی از اینها لباسی هست که پوشش ما میده پوشش هر اون چیزی که سوء یا زیبا یا شایست هست برای انسان و به همین صورت براتون ما چیزی که ازش به عنوان وسیله آسایش استفاده میکنید پر رو براتون فرستادیم لباس و اون چی که ما در جسم خودمون اون چی که ما در کاربرد خودمون داریم به گونه های مختلف چه در جسممون و چه در خارج از جسم که ما از طبیعت استفاده میکنیم همه اینها یک نعمتی هست از جانب پروردگار متعال که گونه های مختلفی از پوشش رو برامون فراهم میکنه ولی مهمترین پوششی که در مقابل این پوشش مادی اهمیت داره لباس تقوا هست ذالک خیر یعنی همونطوری که ما در بحث مادیات چیزی به عنوان لباس پوشش داریم در معنویت هم ما عنوان تقوا لباسی داریم که اگر از اونها مراقب باشیم و پرهیز کنیم برامون حیثیت و مقام و جایگاه صحیح و درستی که باید داشته باشیم رو محفوظ نگه میداره ذلک من آیات الله لعلكم تذکرون این در جمله آیات الهی هست آیات هم گفتیم که شریعت هست نظام هست و آیات قرآن هم در واقع همون نظام و شریعتی هست که هم خودش نظاممند هست در قالب کلام و هم در درونش نظامی هست که شریعت الهی رو در بر داره ما اینا رو براتون نازل کردیم تا اینکه فراموش نکنیم بیاد داشته باشید بیاد داشته باشید که چه اموری حیثیت و موقعیت و جایگاه و ارزش شما رو میتونه محفوظ نگه میداره ما در محیطی که متاسفانه امروز در جاهلیت قرن بیستم داریم زندگی میکنیم آنچنان در تعارض با فطرت و در تعارض با نظام شریعت پایه و اساس فرهنگ اجتماعی و فرهنگ فردی جامعه ما ریخته شده هست که اون چی که به عنوان لباس و پوشش و حیثیت تلقی میشه نکنه ارزش نیست بلکه ضد ارزش شده بر اندازه که اوریانتر افراد باشن به همون اندازه پیشرفته تر یا مترقی تر شمرده میشن و به هر اندازه که بی بند بارتر باشند باز هم ارزش و حیثیت بهتر و بالاتری رو به دست میارن این جاهلیتی هست که متاسفانه در قرن حاضر ما ایش درگیر هستیم برای خالی برای از تأثیر و سلطه این فرهنگ غالب خلاص شدن ما در واقع نیاز داریم به این که پیوند خودمون رو به فطرت پاک انسانی که از طریق شریعت برامون فرستاده شده تقویت اگر این فطرت رو تقویت ندادیم به مرور زمان از جاهلیت غالبی که بر جامعه مسلط هست تأثیرمون و تأثیرمون به حدی خواهد شد که عین اون ضد ارزش هایی که در جامعه وجود داره عین اون ضد ارزش ها برامون ارزش تلقی خواهد شد این زده ها در جامعه ما با اشکال مختلف وجود داره و باش افتخار هم میکنن میبینیم از نمونه این زد ها روابطی هست که حتی غیر انسان یعنی حیوان هم این نوع روابط رو نمیتونیم ما درش مشاهده کنیم یعنی روابطی هست که در پایین ترین سطح حیات محیط زیست هم غیر قابل رؤیت هست ولی متاسفانه نه تنها بهش این نوع فرهنگ ترویج داده میشه بلکه افتخار به وجودش و افتخار به تأییدش میشه هم ما یک نوعی یک نمونی از این ضد هایی هست که با فطرت و طبیعت بشر کاملا در تعارض هست خیلی چیز ساده ای هست بسیار یعنی درکش بسیار ساده و بی تکلف میتونه صورت بگیره اگر انسان با اندک تأملی ببینه که یعنی چه این یعنی چه رابطه‌ای میتونه بین انسان وجود داشته و انسان برخلاف خلاف نظامی که در خلقت وجود داره ولی خب نه تنها این ضد ارزش به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته میشه بلکه بهش افتخار هم میشه به همین صورت ما نمونای مختلف دیگری هم در زندگی خودمون مشاهده میکنیم الان میدونید که الان در بعضی از کشورها ببینیم که رسولان های اختصاص داده میشه به فقط افرادی که اوریان وارد بشن یعنی اوریان بودن یا اوریان در ز... جامعه ظاهر شدن میشه یک مد البته اینایی که لباس هم دارن از اوریان کمتر نیستن ولی با وجود این که حال انسان در هر موقعیتی و در هر فکر و اندیشهی باشه باز هم یه حد معینی رو از اوریان بودن میتونه بپذیره ولی این افراد رسیدن به یه مرحله که کاملا اوریان بودن رو میخوان تجربه کنن این تعارض در فطرت انسان و بشری هست که از فطرت خودش داره میاد روز به روز جدا میشه و از حقیقت کن و حیثیت خودش داره فاصله میگیره الله مطال در ادامه این تأکیدی که بر لباس تقوا میکنه پوششی که در واقع تقوا و پریزگاری در قالب نظام شرعی برای انسان میاره تأکید میکنه میگه یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان و کما اخرج ابویکم من الجنه مراقب باشید ای بنی آدم که شما رو به انحراف نکشونه فتنه در واقع هر نوع عملی هست که انسان رو برای انسان زمینه افتادن و زمینه سقوط کردن رو باعث میشه شما رو به فتنه ندازه شیطان همان طوری که پدر و مادرتون رو از جنت بیرون آورد این مرحله خب مرحله آزمایشی بود ولی خب اون این آزمایش یک نوع تجربه دائم و باقی رو برای همه بنی آدم گذاشت که میتونه همان طوری که از ابتدا شیطان نقش داشت در بیرون آوردن انسان از حیثیت و مقام و جایگاه بالایی که میتونه داشته باشه میتونه تا انتها عین این نقش رو داشته باشه ین و انهما لباس ازشون لباسشون رو میکنه لیوری هما تا اینکه که زشتی های اونها رو به براشون وانمود کنه و نشون بده ضعفشون رو آشکار بکنه اینهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونه شیطان شما با تایفه و با همراهانی که داره با همکارانی که داره شما رو میبینه به طوری که شما اون رو مشاهده نمی کنید اونها رو شما نمی بینید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ما شیطان رو برای کسانی که باورمند نیستند یعنی به الله و روز قیامت و رسالت ایمان ندارند اونها رو ولی سرپرست تعیین کننده مسیر یار یاور همه این مفاهیم گفتیم در معنای ولی میاد ما شیطان رو براشون ولی قرار دادیم تا مسیرشون رو حمایتشون رو نصرتشون رو در اختیار داشته باشه که به طور طبیعی وقتی که شیطان ولی کسی باشه دیگه در این موقعیت نه ایسیت خواهد داشت و نه هم راه و مسیر هدایتی رو خواهد تونست به دست بیاره این جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اون چیزی که مانع میشه از این که شیطان ولایت انسان رو به دست بیاره ایمان هست وسوسه بس شیطان میتونه لحظه‌ای برای انسان انحراف رو ایجاد بکنه ولی ولایت شیطان رو ایجاد نمیکنه انحرافی یا خطایی که از انسان سر زد در بد خلقت ولایت شیطان رو باعث نشد فقط اطاعت موقتی رو باعث شد که تأثیر از وسوسه ای اون بود ولی اگر در سایه ایمان انسان قرار داشته باشه هیچگاه این ولایت بر اون سلطگر نمیشه بلکه اگر خطایی هم دچار شد میگه ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نکته مهمی که ما در بحث ایمان داریم این است که ایمانمون همیشه در زمینه های مختلف چه در ارتباط با الله چه در ارتباط با روز قیامت که باز هم مرتبط با حکیمیت در سلطه ممتد پروردگار و متعال بر جهان آفرین نشسته چه در ارتباط با رسالت که باز هم سلطه و حاکمیت پروردگار و متعال رو در نظام شریعت در برداره همه اینها در واقع مانع میشه ایمان, ایمان به ایمان به مختلفش با, با ارکان مختلفش مانع میشه از اینکه شیطان ولایت و حاکمیت و سلطه انسان رو در اختیار داشته باشه اما کسانی که از این ایمان محروم میشن و دچار شک میشن و از ولایت الهی بیرون میان این افراد شیطان برشون مسلط میشه و به این صورت عمل کرد خودشون رو توجیه میکنن و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها این اگر کار زشتی رو انجام بدن در واقع فاحشه به هر عملی گفته میشه به هر فعلی گفته میشه که زشتی و قبح اون آشکار و روشن باشه در واقع اعمال فاحشه هست که این صفت هست صفت, سفت برای عمل و کردار هست و به روابط جنسی نامشروع فاحشه اطلاق میشه به خاطر اینکه جز به اعمال روشن و آشکار و قبیهی هست که فطرت انسان باش ناسازگار هست نه انسان سالم نه انسان مریضی که خودش در فایش غرق باشه هر عمل دیگری هم که باز هم به همین صورت قبهش با فطرت انسان درگیر باشه میخواد دزدی باشه میخواد قتل نفس باشه میخواد خیانت باشه میخواد دروغ باشه همه این اعمال زشتی که با فطرت انسان ناسازگار هست در واقع همشون فاحشه هست اعمال اینو در در انجام میدن که اگر تعمل کنن درگیر است با فطرت بشری میگن قال وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها ما ما بر این اعمال خودمون پدران خودمون رو یافتیم یعنی از گذشتگان این اعمال و این عادات و آداب و رسوم رو داریم و اینها در واقع برمیگرده به امر الهی قل ان الله لا یامر بالفحشاء تقولون علی الله ما لا تعلمون الله متعال به فحش یا کار زشت امر نمیکنه آیا بر الله متعال چیزی رو نسبت بدیم که هیچ علم و آگاهی نسبت به اون ندارید این توجیه قرآنی که از زبان مشرکین یا افرادی که زیر ولایت و حاکمیت شیطان زندگی می سنت دائمی هست که همیشه انسان برای پوشش دادن و توجیه کردن عمل خودش ازش استفاده میکنه. کنند مشتگین یک سری عادات و تقالیدی رو داشتن عادات و تقالید یکی از اینها این بود که مثلا انسانی که برای تواف کعبه میاد باید لباس غیر از لباسی رو بپوشه که در اون لباس گناه کرده اگر لباس دیگری داشت لباس جدیدی داشت که لباسش عوض کرد که خب بهتر اگر نداشت اوریان تواف کردن که زنها عموما در شب تواف کردن زنهایی که مشکل داشتن مشکل لباس جدید داشتن در شب تواف کردن و اینو میگفتن که یک نوع عبادت هست عبادت جاهلیت برای خودشون توجیهات خاصی رو داره و ارزش داره ولی وقتی که بیایید اون رو خارج از توجیه اونها با عقل سالم بخواید بررسی کنید خیلی راحت میتونید بی ارزش بودن و بی, سمر بی و بی اساس بودنش رو بسنجید الله متعال که امر به فاحشه نمیکنه به عمر. کاری که خودتون رو زشت میدونید و اون که شما میگید دلیل شرعی براش وجود نداره شما بیایید اون که بران فضیلت معرفی میکنن در بحث متعه یا ازدواج موقت یک فاحشه هست خودشون هم میدونن هر کسی هم حس میکنه اگر به کسی شما بگید ای یا سیغزاده یک فوش هست فوش ناسزا هست اگرش به یه روحانی بگی که دخترتو برام سیغه میکنی مثل اینکه بهش ناسزا گفتی ولی خب برای دیگران این رو یک نوع فضیلت معرفی میکنن و در قالب این فضیلت ارزا جنسی خودشون رو انجام میدن کافی است که ما بیایم فقط اون زنی که در این در معرض این رزیلت وادار میشه و قرار میگیره رو بیایم درست بررسی کنیم که چگونه چه امری باعث میشه که بیاد داخل این خودشو در این بی عمل مرتکب بکنه به جز دی معدودی که توجیهات دینی اونها رو میکشونه به این سمت ولی به طور عموم هر کسی که بهش این در این در دامن این فاحشه میفته در واقع از مجبوری یا به خاطر امرار و معاش است آیا اونایی که خودفروشی تنفروشی میکنن غیر از این هست همین هست یک تنفروشی هست ولی در لباس دین جامعه ای که فقر برش حاکم هست جامعه ای که حاکمیت نتونسته پوشش بده و حمایت کنه فقرا رو تنفروشی رو میاد به عنوان یک وسیله مشروع برش مهر مشروعیت میذاره تا اینکه مردم بالاخره با یک ادهی بتونن از این طریق امرار و معاش کنن اگر حاکمیت عادل و منصفی می بود که حق و حقوق مردم رو درستی ادا می هیچگاه کسی, کسی کشیده نمیشد به این عمل فاهیشه ای که در واقع هیچ بوی از شریعت نداره فقط توجیهاتش مشرعین داره این موضوع رو ترویج و این ها، نمونه های بسیار زیاد دیگری هم وجود داره وقتی که شما بیایید یک فرد خارج از دین رو بیارید در محیط ما محیطی که به عنوان دین دارن ازاداری میکنن وارد کنید، میخنده به عمل کرده که در قالب مراسم ازاداری انجام میشه سینه میزنیم و گریه های تصنعی که انجام میدیم برای اتفاقی که در چارده قرن پیش افتاده مثلا بسیار مسخره هست ولی خب ما رو با این درگیر کردن و این رو به عنوان یک عمل دینی و مشروع معرفی کردن حتی به جایی رسیده که قمزنی هم در این چنین مراسمی افتخار میشه برای همین اعدام ها رو در نظر بگیرید در همین منبال اتهامات و پرونده های دروغینی که برای مخالفین درست میکنن در نظر بگیرید بهتان هایی که مرتکب میشن او بهت عادیت اصل از اصول مذهب قرار دادن که بهتان بزن با کسی که دشمنی میکنی راحت بهتان میزنن راحت تران سازی میکنن راحت اعدام میکنن هم هم, به نام دین و به نام مذهب افراد زیادی هستند که در با رؤیت این جرائم و با رؤیت این فواهش زمیرشون زنده میشه و جدا میشن از این جریانات و همونجوری که ما خیلی داریم از افرادی که واقعا جدا شدن از, این مسیر گمراهی که حاکم هست ولی بسیاری دیگر هم آلوده هستند و در همین نظام آلوده دارن وقت سپری میکنن در ادامه الله مطالب نبی خودش میگه قل امر ربی بالقسط اون چی که شما دارید میگید ادعا هست هیچ دلیلی برایش نیست نه برای قمزنیتون نه برای ابوت علامن عاده و به اوتام بزن نامشون خودتون ساختید مذهب رو خودتون ساختید این صحنه رو خودتون درست کردید الله متعال این رو این اوامر رو به کسی نداده هیچ گا زنی زنی رو یا زن رو جنس زن رو در معرض خیلی و فروش قرار نداده که بخوایم مرد بخواد ازش فقط بهرهوری جنسی برای مدت زمان کوتاهی بکنه قول ان الله لا یامر بالفحشاء الله متعال امر این به فحشا نمیکنه و الله متعال شما دارید نسبت دروغ میدید اتقولون علی الله ما تعلمون قل امر ربی بالقسط الله متعال پروردگار متعال امر کرده به قسط إجراء إدالات حتى ودوشمه في هر ولا يجرمنكم لكم شان قوم ان صدوكم ان سبيل الله ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى حتى ودوشمر هم عدل وانصاف كردن مبني از نباني تقوى مياد واقيم وجوهكم عند كل مسجد و اینکه در هر موقعیت عبادی مخلص خالصانه به سمت الله متعال رو بیارید شرک نکنید مراکز عبادی رو آلوده به شرک نکنید مراکز عبادی رو با اکسا و با تصویرهای مختلفی که زدید شخصیتهای مختلفی که در اونجا دارید بزرگشون میکنید با شرک اونها رو آلوده نکنید اماکن عبادی خاص هست برای اینکه انسان توجه خودش رو ذهن خودش رو فکر خودش رو قلب خودش رو ذهن خودش رو به سمت الله متعال خالصانه جهت بده و در این در شرک قرار نگیره و مخلصین الله الدین و از او بخواهید در حالی که دین رو خالصانه برای او اختصاص دادید دین خالص رو از او گرفتید نه که مذهب درست کردید نه که افراد دیگر رو در شریعت وارد کردید امر و نهی اونها رو بهش مقام شرعی دادید امر و نهی الهی هست که از طریق نبیش به ما رسیده یا در کتابش اومده اون حساسیت داره کما بدعکم تعودون همونطوری که شما رو آفرید دوباره برخواهید گشت به سمت او دوباره در محضر او حضور پیدا خواهید کرد دوباره باید حساب و کتاب رو در محضر او جواب بدید کما بدا اول خلق نعیدو الله متعال بحث اعاده خلق رو بحث بعثت بعد از موت رو با کسرت یادآور میشه تا اینکه بدونیم رفتار ما عمل کرده ما همه اینها بازگشتش و نتیجهش در نهایت مسیر روشن میشه رها شده نیستیم فریقا هدوا و فریقا حق علیهم الدلاله یک گروهی از افرادی که آفریده شدن از انسانها با هدایت و مسیر درست به نهایت فلاح و رستگاری می‌رسند و گروهی دیگه هم حق علیه مدلاله گمراهی براشون تثبیت میشه افرادی افراد گمراهی براشون تثبیت میشه اونا کیا هستن؟ اینها متخذ الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم محتدون اینا کسانی هستن که شیاطین رو اولیاء قرار دادن به غیر از الله متعال و فکر میکنن این چنین محاسبه میکنن این چنین تصور میکنن که بر هدایت هستند سه مورد هست که تا به بحث بلا و ولی و ولایت الهی مطرح هست و در مقابلش ولایت غیر الله هست اتتخذوا من دونه اولیاء قليلا ما تشکر. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هي بره كل إن مجموع آيات كتابه هل سري سره بلايتي كي برمي قرده به حاكمية سلطهي بر بردگار متعال هدايت از جانب او رشد و مسیر سعادت و خوشبختی از جانب او تعیین میشه اون کسی که این مسیر رو دریافت و به همین صورت به این مسیر پایبند مون فقط اون کسی خواهد بود که ایمان آورده به مقام یک تای پروردگار متعال ایمان آورده به آخرت و به رسالتی که الله متعال برای انسان ها فرستاده اگر با ایمان و اطاعت از رسالت الهی که توسط انبیا فرستاده شده و نگاه به عاقبت و آخرت انسان مسیر خودش رو تعیین بکنه به طور طبیعی بر هدایت باقی خواهد بود و ولایت الهی است همیشه همراهش خواهد بود اشتباه و لغزش ها از انسان صورت میگیره همونطوری که از آدم صورت گرفت از هر انسانی از بنی آدم هم صورت میگیره کل بنی آدم خطا تمام بنی آدم دچار خطا میشن و خیر الخطا این بود. بهترین کسانی که دچار خطا میشن توبه کنندگان هستن انسان دچار خطا اشتباه لغزش غفلت فراموشی همه اینها بر انسان وارد هست گاهی هم بر انسان شهوت قالب میشه گاهی هم بر انسان احساسات غالب میشه هر کدوم از این موارد احساسی که بر انسان قالب میشه و دچار انسان رو به لغزش میکشونه قابل جبران هست در صورتی که ایمانی وجود داشته باشه ایمان که وجود داشته باشه رجوع هست و رجوعی که وجود داشته, داشته, باشه خود به خود جبران خطا هست توبه ای هست و عمل نیکی هست اما اگر ایمان درستی نباشه توجیه در پی توجیه میاد اگر ایمان درستی نباشه اصرار بر گناه میاد اگر ایمان درستی نباشه به همین صورت انسان میشه فکر میکنه که بر هدایت هست یحسبون انهم مهتدون به تناسب ایمان انسان به الله متعال به رسول و قیامت هست که ولایت الهی به معنای درست رو انسان حاصل میکنه و در موارد مختلفی که دچار لغزش و خطا میشه شرایط جبران خطا برای انسان فراهم میشه و به هر اندازه این ایمان ضعیفتر باشه به همون اندازه شرایط جبران خطا برای انسان کمتر میشه به هر اندازه که انسان در این میان از ایمان کمتری برخوردار باشه شرایط توبه کردن بازگشت کردن رجوع کردن کمتر پیش انسانی که از الله متعال ترس داره خوف داره در دلش عظمت الهی جا گرفته است آخرت رو در پیش روی خودش میبینه به مجرد اینکه موت مرتکب تو خطا میشه چی میخواد در حق خودش باشه چه میخواد در حق دیگران باشه در پی جبرانش هست و سعی و تلاش میکنه برای اینکه از بار اون گناه خودش رو خالی کنه اما اگر این اساس و پایه که ایمان هست ضعیف باشه تراکم گناهان روز به روز طوری میشه که دیگه یک پرده ای از گناهان پرده زخیمی بر قلب قرار میگیره قصاوت و سختی بر انسان غالب میاد و دیگه راهی بازگشت هم برای انسان فراهم نمیشه باید هم میشه. از الله متعال بخواهیم که ما رو از قصابت قلب دور نگه بداره و از این چنین نتیجه و عاقبتی که موجب بشه که انسان دیگه راه بازگشت رو برای خودش همبار نبینه ما رو همیشه محفوظ نگه بداره یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن این هست که در ماه مبارک رمضان باز کردن فاسفود و مغازه های ساندیویچی امثال اینها یا شرعا حرام نیست شکی نیست که ما در بحث زرویستهی مواد غذایی که به طور زنده تقدیم میشه در روز رمضان دچار دو, دو گناه میشیم اولا اینکه حرمت ماهی که باید رعایت بشه رعایت نمیشه این ماه ماهی, ماهی هست که حتی به غیر مسلمان هم ما این سرویس رو نمیدیم به خاطر اینکه برای ما این حرمت داره و دوم اینکه خب به طور طبیعی تعاون علی الاسم و عدوان هست اون کسی که داره روزه میخوره نام به طور غیر شرعی داره یک عملی رو انجام میده خب انسان میتونه باش همکاری بکنه در نتیجه تعاون بر اسم عدوان از گناه هست یکی که از دو جهت مراکز عمومی که این سرویس رو میدن دوچار گناه میشن فقط در یک موقعیت میتونه مباه باشه و اون این هست که مثلا آشپزخونه ای باشد یا به همین صورت سرویسی در داخل مثلا بیمارستان ها برای بیمارها ها خب طبیعی اینجا افراد معذور هستند یا در مسیر راه برای مسافرین خب این هم طبیعی هست که مسافر معذور هست و برای مسافر هم اگر شما فرزن کافه ای باشه رستورانی باشه سرویس بده خب دچار گناهی نشده چون اونها معذور هستن اما به طور عموم در خیابون ها و در ملای عام یک نوع حرمت شکنی هم به شما میاد و در مواردی هم گفتم که تعاون بر اسم عدوان یا حرام هست که باز هم ناجایز هست الله متعال همه ما رو در بنای خودش در چارچوب شریعت نگه بداره تا برنامه دیگه الله یار و نگه باد السلام علیکم و رحمت الله و برکات